سلام دوستان عزیز من ساسان توسلی هستم و امروز جلسه دوم یک سری درس های درباره زندگی واقعی آزاد در عیسی مسیح داریم از کتابی استفاده می کنیم به نام Born Free و که این کتاب به فارسی ترجمه شده به نام از زندان های خود آزاد شوید هفته پیش توی جلسه اول این سری درسی که شروع کردیم مقدمه صحبت ها رو مطرح کردیم و امروز توی جلسه دوم این سری درس میخوایم درباره این اسارت‌ها و زندان صحبت کنیم که خیلی وقتا حتی ماها که مسیحی هستیم و به مسیح ایمان آوردیم کلیسا میریم عبادت می خدا رو خدمت می کلیسا رو مبارزه هایی داریم زندان هایی داریم اسارت هایی داریم که اینها رو هنوز باش درگیر هستیم و خیلی مهمه که واقعا به جایی که بخوایم تظاهر کنیم به اینکه همه از همه چیز رها شدیم تظاهر کنیم که دیگه همه چیز خیلی عالی و خوبه در زندگی فقط سرودش رو بخونیم یا شعارش رو بدیم خیلی مهمه که ما در رشد مسیحیمون واقعا عمیقا نگاه کنیم به مشکلاتمون و ببینیم چطوری باید با این اسارت ها روبرو شد امروز حالا میخوام صحبت این رو بکنیم که این اسارت ها رو بیشتر باز بکنیم گفتیم که نویسنده این کتابی که دارم استفاده میکنم ستیف براون زندان هایی رو که دربارهش داریم صحبت میکنیم و به چهار قسمت اصلی تقسیم میکنه و هر کدوم از این قسمت ها سه نکته زیرش هست پس میخوایم درباره امروز میخوایم یه مقدار توضیح بدیم که این اسارت ها و زندان چیه که خیلی وقت تو زندگی باش رو, رو میشیم. نکته اول زندان های اعمالمون کتاب مقدس خیلی واضح میگه که گناه وقتی که اعمالمون بر طبق اراده خدا نیست وقتی کلام خدا رو زیر پا میذاریم وقتی گناه میکنیم گناه باعث میشه ما در اسارت بیفتیم گناه باعث میشه فاصله ما از خدا دور بشه اون رابطه شیرین شکسته بشه به عنوان مثال اشعیای نبی فصل 59 از آیه یک و دو می خونم ای مردم فکر نکنید که خداوند ضعیف شده و دیگر نمیتواند شما را نجات دهد گوش او سنگین نیست او دعاهای شما را میشنود اما گناهان شما باعث شده او با شما قطع رابطه کند و دعاهای شما را جواب ندهد پس کتاب مقدس خیلی واضح میگه که اگر ما بعضی وقتها اعمال گناه آلود یکی از دلایلیه که تو زندگی احساس میکنیم که آزاد نیستیم به مسیح ایمان آوردیم نجات پیدا کردیم ولی به خاطر گناه های تو زندگیمون احساس آزادی و سبکی روحی که مسیح میخواد تجربه کنیم در زندگی رو نداریم پس یه وقتا میتونه این یکی از اسارتهای زندگی حتی یک مسیحی باشه زندان دیگه ای که میخوایم دربارش صحبت بکنیم زندان احساس گناه هست نه فقط اینکه بعضی وقتا گناه میکنیم گناه میکنیم واقعا دستورات خدا رو زیر پا میذاریم ولی بعضی وقتا هم تو زندگی احساس گناه میکنیم بعضی وقتا وجدانمون ما رو داره عذاب میده به خاطر کارایی که کردیم یا نکردیم و و نکته مهم اینجا این هستش خیلی خیلی عیزان میخوام توجه کنید به این نکته که بعضی وقتا وجدان ما درست داره ما رو هدایت میکنه به خاطر گناهی که کردیم داریم عذاب وجدان گرفتیم احساس گناه میکنیم ولی خیلی وقتا هم هستش که احساس گناه ما کاذبه به انگلیسی میگیم false guilt گناهی نکردی، واقعا کار بدی انجام ندادی، هرچی از دستت بر اومده انجام دادی ولی هنوز احساس میکنی که نه به اندازه کافی نبوده، نه خوب نبوده، نه کافی نبوده و خیلی وقت، خیلی وقتا من حتی توی دوستان، با دوستان خودم که صحبت میکنم خیلی وقتا حس میکنم که به خصوص مادران عزیز ایرانی خیلی وقتا همیشه احساس مسئولیت میکنن احساس گناه میکنن برای بچه هاشون احساس مسئولیت که ای وا این حالا چی میشه حالا مثلا بچهشون شاید الان یه مرد چل ساله باشه ولی فکر میکنن که هنوز باید مراقب کوچکترین کارای مثلا پسر خانوادهشون باشه واسه همینه که خیلی وقتا احساس گناه که بعضی وقتا میتونه ماها رو آزار بده احساس کاذبیه فکر میکنیم استانداردهای خدا رو زیر پا گذاشتیم ولی شاید واقعا استانداردهای خدا نیست استانداردهایی که خودمون برای خودمون ساختیم یا توقعات دیگران برای ما ساخته دستور کلام خدا نیست استانداردهای غیر واقعی زندگی خودمونه و حیف حس میکنیم که عذاب وجدان داریم احساس کمبود و گناه میکنیم این یه اسارت دیگه است که ما میتونه خیلی ما باش درگیر باشیم و بعد زندان سوم اسارت سوم زیر این زندان اعمال پس گناه میتونه ما رو اسیر بکنه اعمال گناه آلود احساس گناه میتونه ما رو اسیر بکنه و یه چیز دیگهم هم که میتونه ما رو اسیر بکنه در زندان اعمالمون مسئله شکست هست شکست ترس از شکست و اینکه من یک آدم شکست خورده ای در زندگی هستم من این کارو کردم شکست خوردم و دیگه میترسم که بخوام این کار رو انجام بدم آیات آیه, آیه پولس رو میخونیم تو فیلیپیان فصل 4 آیه 13 که من با قدرت مسیح همه کار میتونم انجام بدم ولی زندگیمون احساس میکنیم که من آدم بیچاره ایم من آدمی که لیاقت ندارم من آدمی هم که چون ما گناهکار هستیم پس حقمونه هر بلایی که سرمون میاد ولی به عنوان یک ایماندار به عیسی مسیح باید این رو بدونیم که مسیحی ها گناهکار هستن ولی مسیحی ها گناهکار بخشیده شده هستند. و آرزوی خدا برای ما اینه که زندگیمون سرشار باشه از پری اون از حضور اون از قدرت اون از آزادی اون پس این زندان های شکست که من نمیتونم من بلد نیستم من نمیدونم خیلی وقتا خودمون رو اسیر این زندان ها میکنیم به خاطر اینکه یه بار افتادیم دو بار افتادیم در گذشته میگیم نه دیگه این پس کار من نیست من ارزه این کارو ندارم من لیاقتش رو ندارم که آدم موفقی باشم و ول میکنیم پس این یک زندان دیگه است در این زندان اعمال به غیر از زندان اعمالمون اسارت هایی که به خاطر اعمالمون توش میفتیم خیلی وقت تو زندگی نویسنده یه سری اسارت های دیگر رو مطرح میکنه به نظر من اینا خیلی نکات مهمی هست به خصوص برای ما, ما در جامعه که داریم زندان افکارمون زندان افکارمون یه سری از این زندان ها زندان های گذشته است توی افکارمون که به خاطر اینکه گذشته چه اتفاقاتی در زندگی افتاده هنوز اون گذشته ها دارن ما رو آزار میدن و رنج میدن و هنوز داریم در گذشته زندگی میکنیم هنوز اجازه میدیم که تلخی های گذشته شکست های گذشته رفتارهای گذشته زخم های گذشته بیاد و در ما رو اسیر خودش بکنه در دوستایی دارم در کلیسا که به من میگن که ساسان تو وقتی صحبت گذشته رو میکنی که مهمه که ما به گذشتمون یه مقدار نگاه کنیم یه مقدار ریشه یابی کنیم مسائل امروز رو که باش درگیر هستیم به من میگن که نه دیگه در مسیح گذشته تموم شد دیگه کاری به گذشته نداشته باش و فقط باید به آینده نگاه کرد ولی واقعیت مطلب اینه که زخم هایی هست در گذشته که روی ما هنوز نفوذ داره دردهایی داریم از بچگی شاید که هنوز روی ما نفوذ داره و اینا رو نمیشه زیر قالی فقط زد و قایم کرد اینا رو نمیشه تو زندگی فقط سانسور کرد و دربارش فکر نکرد خودش رو این آتیش ها یه طوری بعضی وقتا وجور نشون میدن من فس وقت دارم درباره گذشته صحبت میکنم دو نوعه بعضی وقتا بیش از حد هی به گذشته برمیگردیم و بعضی وقتا هم اجازه نمیدیم به گذشته برگردیم که مسیح زخم های گذشته رو شفا بده و از ما یک انسان جدیدتر و سالمتری بسازه زندان گذشته پس یکی از اسارت های زندان فکریمون هست خیلی من دوستایی دارم که عزیزانی که به خاطر اینکه در گذشته در مملکت چه مقامی داشتن و حالا اومدن آمریکا چه مقامی دارن زندگیشون چی شده در تلخی زندگی میکنن یک عالم زخم دارن چون که همش به یاد اینن که در گذشته چه زندگی داشتن و الان چی این اسارتیه که میتونیم و باید ازش آزاد شیم در عیسی مسیح یه زندان فکری دیگمون زندان حقارت زندان احساس کوچیکی کردن احساس کم کردن احساس من بدبخت من بیچاره کردن توی استیو براون یه کلمه رو کتاب انگلیسیش استفاده میکنه میگه احساس این که ما یک کرم هستیم سرودهایی داریم در سرودهای مسیحی انگلیسی که میگه من فقط یک کرمم اون خدای بزرگه من هیچم من پوچم درسته که در مقایسه با خدا ما هیچ پوچ هستیم ولی ما در انسان ارزش داره چون در شباهت خدا آفریده شده هر انسانی ارزش داره بر طبق تعلیم کتاب مقدس و نه فقط اون در ایسای مسیح ما فرزندان خدا شدیم مسیح جونش رو برای ما فدا کرده پس ما برای خدا بسیار با ارزشیم انقدر با ارزش که مسیح اومد روی سلیل جونش رو فدا کرد برای ما پس هیچ وقت نباید فکر کنیم که من گناهکار بی ارزش بیچاره رد شده شکست خورده بی سواد بی استداد من ارزشی ندارم این یک دروغ دروغی که در افکارمون خیلی وقتا میتونه ما رو اسیر بکنه خیلی وقتا احساس میکنیم که احساس می‌کنیم که فروتنی دروغین فروتنی دروغین که احساس می‌کنیم، احساس کوچیکی میکنیم ولی بعد اون کوچیکی رو میخوایم که با فروتنی بگیم نه من نبودم خدا بود این کار کرد من عرضه ندارم من ارزش ندارم من نمیتونم کاری بکنم همش قدرت روح القدس و اینم فروتنی کاذبه اینم فروتنی واقعی نیست که واقعا واقعا باش روبرو رو میشیم و بعد زندان بعدی زندان بعدی که میخوام درباره زندان افکار صحبت بکنم زندان کمالگرایی این نکته خیلی مهمیه که همه چیز باید تو زندگی من بر طبق خواست من کامل باشه تا من از زندگی راضی باشم همه چیز باید بر طبق دلخ... دلخواه من باشه تا من از زندگی راضی باشم اه... همسر من باید اینطوری باشه کشیش من باید اینطوری باشه کلیسای من باید اینطوری باشه بچه من باید اینطوری باشن و یک عالم افراد هستن توی این دنیا که زندگی رو برای خودشون خانواده هاشون دوستاشون تلخ میکنن به خاطر اینکه یک استانداردهای های بی خودی گذاشتن برای خودشون و میگن که من از زندگی راضی نیستم تا اینکه این افراد توقع من رو برآورده کنند پس زندان افکارمون زندان افکارمون میتونه خیلی باعث عذاب و اسارت بشه زندان های که میخوام دربارش الان صحبت کلی داشته باشیم زندان هایی که چطوری با دیگران ارتباط برقرار میکنیم چطوری با دیگران ارتباط برقرار میکنیم و توی این نو زندان اولین اصارتی که میخوایم در بارش صحبت کنیم ترسه که من میترسم که اگر خودم رو اونطوری که واقعی هستم نشون بدم تو از من خوشت نیاد تو من رو رد کنی پس به خاطر این که اختلافی پیش نیاد ناراحتی پیش نیاد همیشه با ترس را میریم با ترس حرف میزنیم طوری خودمون رو حرفای میزنیم که بهش عقیده نداریم ولی به خاطر ترس اون چیزی که واقعا تو دلمونه رو نمیتونیم بگیم شاید خیلی ها هستن تو کلیسا سوال و شک دارن سوال دارن درباره ایمانشون ولی میترسن اگه این سوالا رو مطرح بکنن محکوم بشن رد شن بگن خواهر برادر ایمانت کجاست تو چرا شک داری تو چرا سوال داری پس اجازه میدیم ترسمون از عکس دیگران ما رو فلج کنه ما رو اسیر کنه ما رو زندانی بکنه نکته دیگه زندان دیگه اسارت دیگه که میخوایم دربارش صحبت بکنیم اسارت نیاز به این که همیشه تایید و بهبه به چهچه دیگران رو گرفتن نیاز تایید دیگران رو گرفتن که همیشه باید طوری زندگی کنم که همه از من راضی باشن همه با من موافق باشن همه من رو قبول داشته باشن و میترسیم ترسیم و به خاطر اینکه چشممون به تایید دیگرانه چشممون به بهبه و چهچه دیگرانه خودمون رو توی قالبی میذاریم که میدونیم این قالب واقعی ما نیست من همش دارم برمیگردم به اینکه باید صادق باشیم باید رو راست باشیم با خودمون و خدای خودمون و همش به خاطر ترس و افکار دیگه خودمون رو اسیر ظاهر و نقش بازی کردن در زندگی نکنیم نکته بعدی که میخوام مطرح بکنیم زندان این دین و وظیفه است که فکر میکنیم که این کارا رو ما باید بکنیم چون وظیفه داریم باید این کار را انجام بدیم و اگر نکنیم یه پس گردنی از خدا میخوریم خیلی ها هستن در کلیسای ایسای مسیح که خستن به خاطر اینکه احساس میکنن که یک بار بزرگی رو دارن رو دوششون هم میکنن احساس میکنن که تمام درد و غم دنیا رو دوش اوناست و مسئولیت اوناست خیلی ها هستن خادمین وفادار تو کلیسا که احساس گناه میکنن اگه یک ازشون یه درخواستی بکنه و اینا بگن نه من نمیتونم من از پسش بر نمیام سرم شلوغه تواناییشو ندارم الان تو وقت وقتشو ندارم و احساس میکنن که نه نمیتونن بگن و باید این وظیفه شونه این با این دین و وظیفه زندگی میکنن این هیچ باعث سبکی روح نیست این باعث باره این باعث اینه که همیشه خیلی جدی برخورد کنیم با هر قضیه به جای اینکه با سبکی روح با خنده با آرامش با لبخند با قهقهه با خدای خودمون زندگی بکنیم همیشه با یه حالت خیلی جدی فکر میکنیم باید کار بکنیم مثل داستان مریم و مارتا میمونه که مسیح میره خونه این دو تا خواهر یکی همش مشغول کاره باید غذا درست کنه باید به مهمونا برسه باید شو... کار بکنه ولی اون شاگرد واقعی کسی که جلوی پای عیسی مسیح نشسته و مسیح میگه یه چیز نیازه و این که در حضور من با من رابطه داشته باشی به جای این همه دوندگی ها و فعالیت های بیش از حد و اضافه ای که داره خوردمون میکنه و نه نکته آخر اینه که اجازه میدیم خیلی وقتا تو زندگی تو زندان هایی باشیم تو اسارت باشیم که دیگران ما رو دارن کنترل میکنن دیگران ما رو کنترل میکنن زندان قوانین که یک عالم قوانین هست که فکر میکنیم که مسیحی بودن یعنی این که این قوانین رو من باید اجرا بکنم. این روز میرم کلیسا، انقدر پولم باید بدم، این سرودا رو باید بخونم، این دعا رو باید بکنم، اینطوری باید بشارت بدم، اون کارو باید بکنم، این کارو باید بکنم. و شعار آزادی در مسیح رو میدیم، ولی زندگیمون میشه قوانینی که دوباره این کارو بکن اون کارو نکن. و خود این قوانین میتونه یک عالم اسارت در زندگی به وجود بیاره. زندان دیگه ای که نویسنده روش اشاره میکنه زندان مذهبه گفتم منظورشم از مذهب مذاهب دیگه نیست حتما حتی خود ایمان مسیحیمون رو خیلی وقتا ما میتونیم یک دین و مذهب بکنیم که برای ما یک باری باشه برای ما یک همش احساس این که این وظیفه است این یه دینه این یک باریه که من باید به دوش خودم بکشم و من این حرفا رو فقط از روی کتاب و تئوری نمیگم عزیزان من تجربه دارم چه در زندگی خودم چه در زندگی صدها ایماندار مسیحی که از دوستان عزیزم هستند در سراسر دنیا چه تو ایران چه تو اروپا و چه تو آمریکا که در طول این 18 سال افتخار آشنایی باشون رو داشتم و خیلی ها هستند که در درون میدونن که من دارم چی میگم خیلی ها هستن که این اسارت‌ها رو تو زندگیمون داریم حس میکنیم ولی شاید به رومون نیاریم شاید شعارهامون سرودهامون موعظه هامون فرق داشته باشه ولی در داخل میدونیم خسته ایم از یک عالم از این اسارت‌ها و زندان ها که خودمون رو توش میندازیم و زندان آخری که میخوام دربارش صحبت کنیم تو این چند لحظه آخر درس امروزمون زندان مرید بودنه زندان مرشد و مرید بودنه کلمه انگلیسی که استیو براون استفاده میکنه ترجمه فارسیش رو مترجممون نوشته مرشدان روحانی کلمه انگلیسیش گروه هست که نه یه نفر هست که رابطه رابطش با خدا اون بالا بالا هاست من این پایین ها و اون باید به من بگه من چی کار کنم که به خدا برستم اون باید به من بگه که چه کار بکن چه پله رو بیا به من فقط باید چش بسته فقط تعظیمم به اون باشه و از اون گوش بکنم و خیلی گروه های کاذب که به انگلیسی میگیم کالت از همین درست شده که با شستشوی مغزی میگن خودت فکر نکن خودت کتاب نخون خودت تصمیم نگیر تو من رهبر تو هم و تو باید به من گوش بدی پس اینم میتونه در حتی بین خود ما اتفاق بیفته حالا با شدت های مختلف که خودمون رو میتونیم اسیر رهبران بکنیم من نمیگم که از رهبران کلیسا باید اطاعت کرد از هر امیدوارم از حرفای من سوء استفاده نشه ولی صحبت اینه که اطاعت کورکورانه و بدون دلیل و منطق نیست صحبتی که کتاب مقدس میکنه و خیلی وقتا خودمون را میتونیم اسیر این صحبت ها بکنیم پس تو این جلسه صحبت این زندان ها رو کردیم زندان های اعمالمون زندان های افکارمون زندان های اینکه چطوری با دیگران ارتباط برقرار می کنیم و زندان هایی که اجازه میدیم چطوری دیگران ما رو کنترل کنند حالا در جلسه آینده صحبت این رو خواهیم کرد که این زندان ها چی هستن و چرا خودمون رو توش میندازیم ولی مهمتر از همه چیز باید بدونید که در عیسی مسیح ما میتونیم آزاد باشیم از این اسارت و واقعا رابطه شاد و آزاد رو با پدر آسمانی داشته باشیم تا جلسه دیگه عزیزان خدا نگهدار